درود بر شما. در این برنامه برش های از صفحه آخر میپردازیم به یکی از فاسدترین قضات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران که هم اکنون همین الان در مجتمع قضایی قدوسی، شهید قدوسی داره کار میکنه. سال 1389 قاضی محمد امینی که همه میدونن به پاک دستی و استقلال رأی مشهور بود، یه پرونده کلاهبرداری کلون تو شعبه 1171 که مجتمع قضایی قدس تهران میرسه دستش، میره زیر دستش. متهم اصلی اون پرونده میره یکی رو پیدا کنه تا پرونده رو به نفع خودش بچرخونه، مثلا بدبختش نکنه. کیو پیدا میکنه؟ رسول منوچهری رو، قاضی یه شعبه دیگه از شعبات همون مجتمع قضایی قدس تهران. قاضی منوچهری رشوه میگیره برای اینکه با قاضی امینی مثلا صحبت کنه و خلاصه کارسازی کنه پرونده رو. قاضی امینی هم که باجگیر نبود، رشوه‌گیر نبود، این کاره نبوده، هیچ وقت زیر بار نمیره. حجت الاسلام قاضی منوچهری رشوه‌خوار میره سراغ رئیس مجتمع قدس، سیاوش پورقاسمی نجف آبادی که همشهریش و پامنقلیش و از همه مهمتر سپاهیه. حاج سیاوش صاحب امتیاز مجله امید جوان هم هست که مال سپاه، رئیس مجتمع قضایی قدس. آقای رئیس مجتمع قدس پرونده رو میره از شعبه 1171، یعنی از قاضی امینی میگیره، اصلا پرونده رو میده به منوچهری، میگه بیا هر کاری میخوای باش بکن. وقتی این اتفاق میفته قاضی امینی موضوع رو اصلا میره به حفاظت اطلاعات کل قوه قضاییه گزارش میده و فکر میکنه اینا خبردار نمیشن. نگو که همه خبرچینا تو همن. منوچهری آدم داره تو این دستگاه حفاظتی و اطلاعاتی. گفتم که خبرچین اطلاعات سپاه تو دستگاه قضایی، الان هم سر کار، حالا دقیق میگم کجاست. خبردار میشه قاضی منوچهری که قاضی امینی پتش رو ریخته رو آب و گزارشش رو داده به حفاظت اطلاعات. میاد چیکار میکنه؟ به چند تا زندانی قاچاقچی مواد مخدر، جرمای سنگین داشتن، میگه شما برین مخفیانه جنس بذارین تو خونه قاضی امینی که با منم رفیق و من جور میکنم قضیه رو، به این شرط من آزادتون میکنم. بذارین از گزارش حفاظت اطلاعات قوه براتون فوری چند سطر بخونم. رسول منوچهری 5 تن از متهمان دیگر پرونده ها را به نام های 1 نقشعلی محمدزاده، 2 احمد محمدزاده، 3 علی گنجی، 3 مسعود علایی، 5 مژگان زارع زمانی را که دارای پرونده باز در شعبه منوچهری بوده و در آستانه محکومیت سنگین قرار داشتند، در ازای همکاری با خود آزاد می کند، مشروط به این که در تهیه و جابجایی 4 کیلوگرم مواد روانگردان شیشه با منوچهری همکاری کنند. سپس آنها طبق سفارش قاضی منوچهری اقدام به تهیه و جاسازی 3 کیلو 900 گرم شیشه در قوطی‌های کنسرو ماهی می‌نمایند و قاضی منوچهری 1 روز با قاضی امینی که گفتم اینا دوست هم بودن و قاضی امینی اصلا نمی‌دونسته که راپورتی که داده به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه منوچهری خبردار شده، بهش رسوندن که آقا گزارشتو امینی داده، و منوچهری 1 روز با قاضی امینی تماس گرفته و به بهانه اینکه در راه مسافرت به نجف آباد خودروش خراب شده و میخواهد اقلام صندوق عقب ماشین خود را به صورت امانت نزد امینی بگذارد، کنسروهای ماهی حاوی مواد مخدر را برای امینی ارسال میکند. سپس با هماهنگی سازمان اطلاعات استان تهران که بهشون راپورت میده، یعنی خبرچینشونه، با هماهنگی سازمان اطلاعات استان تهران موجبات بازداشت قاضی امینی و کشف مواد مخدر یاد شده را در منزل او هموار می‌سازد
که البته بعد از امینی کلیه افراد همکاری کننده در موضوع نیز دستگیر میشوند و بجز آن که همگی به اعدام و حبس ابد محکوم میشوند، همون پنج تا که گفتم، در کلیه مراحل دادرسی پرونده به صراحت اعتراف مینمایند که نه تنها قاضی امینی نقشی در این باره نداشته و از موضوع بی اطلاع بوده است، در حقیقت طراح اصلی و دستور دهنده ماجرا قاضی رسول منوچهری بوده است. این گزارش حفاظت اطلاعات قوه قضاییه است. ولی قاضی امینی باید محکوم بشه. ببینین چه مافیاییه. قاضی امینی باید محکوم بشه و محکوم میشه. اردیبهشت 91 رأی دادگاه علیه قاضی امینی صادر میشه. با وجود اینکه تو انشاء و شرح رأی نوشته شده دلایل بیگناهی قاضی امینی، با این وجود قاضی حسن مدیر قمی رئیس شعبه 12 دادگاه انقلاب اسلامی تهران امینی رو محکوم میکنه. حکم رو ببینیم تا من یه تیکش رو براتون بخونم. بله، این حکمیست که قاضی شعبه 12 دادگاه انقلاب اسلامی تهران علیه قاضی امینی با پاپوشی که درست شد صادر میکنه. بله، میگه اقرار توی حکم اینا تو صفحه 2 حکم نوشته شده، میگه اقرار صریح و مقرون به واقع متهم ردیف 2 نقش‌علی محمدزاده در وزارت اطلاعات که دقیقاً و با ذکر جزئیات نحوه و تحویل حدوداً 4 کیلوگرم مواد روانگردان شیشه به متهم ردیف 1 یعنی امینی، قاضی امینی را بیان کرده است. همچنین اقرار مقرون به واقع در دادسرا که با ذکر جزئیات نحوه تهیه و بسته‌بندی حدوداً 4 کیلوگرم شیشه مکشوفه و تحویل آن به متهم ردیف 1 به اتفاق برادرش را بیان کرده است و اقرار در دادگاه مبنی بر این که بنا به تقاضای آقای منوچهری قاضی مجتمع قدس و همکار آقای امینی که به وی گفته یک بسته از خانم مژگان ردیف متهم 6 تحویل بگیر و با آقای امینی بده، من این کار را کردم و بسته را با آقای امینی دادم. اینا جزء رأی دادگاه، بعد دادگاه رأی میده. متهم ردیف 1 محمد امینی در مورد نگهداری تریاک به پرداخت 5 میلیون ریال فلان 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 و در خصوص نگهداری شیشه به اعدام محکوم می شود. خب اعتراض میشه به رأی. آبان 91 دادستان وقت محسنی اژه‌ای بود پرونده رو پر از نقص اعلام میکنه، چون گزارش حفاظت اطلاعات قوه زیر دستش بود دیگه، پر از نقص اعلام میکنه پرونده رو و میگه باید دوباره همه چی از اول بررسی بشه. توجه کنین، این رأی محسنی اژه‌ای دادستان وقت میگه در خصوص محکوم علیه ردیف اول آقای محمد امینی، رأی صادره به لحاظ نقایص تحقیقاتی واجد اشکال قانونی بوده و قابل تایید نیست. حسب محتویات پرونده تمامی مقدمات تهیه شیشه مکشوفه و تحویل آن به محمد امینی در اجرای پیشنهاد آقای رسول منوچهری همون قاضی برای قاچاق شیشه به کشور مالزی انجام شده که با هماهنگی و طراحی منوچهری صورت گرفته است. حال چنانچه علم و اطلاع محمد امینی از ماهیت موادی که داخل قوطی‌های کنسرو جاسازی و بسته‌بندی شده و داخل یک کارتون تحویل امینی شده احراز شود، مجازات قانونی فعل مجرمانه او به دلیل عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور مشمول تبصره فلان خواهد بود که کیفران حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم است و نه اعدام. لیکن اگر چنانچه با تحقیق از رسول منوچهری معلوم شود که اظهارات محمد امینی مبنی بر عدم اطلاع از وجود مواد صحیح بوده، اساس مجرمیت و محکومیت او نیز منتفی خواهد بود و میگه لذا باید برین قضیه رو دنبال کنین، از خود منوچهری تحقیقات بکنید، زیرا امینی حسب محتویات پرونده نه هماهنگ کننده و نه درخواست کننده مواد بوده. اینو مال اژه‌ای دارم میخونم، و نه قاچاق کننده یا به خارج از کشور، نه وجهی پرداخته و نه وجهی دریافت کرده و صرفاً به درخواست و بر اساس هماهنگی قاضی رسول منوچهری کارتون قوطی کنسروهای حاوی مواد مخدر را اخذ نموده تا تحویل منوچهری نماید و لذا باید نقش واقعی منوچهری و نیز علم و اطلاعش با تحقیقات دقیق
امینی و علم و اطلاعش با تحقیقات دقیق و مواجهه حضوری با قاضی منوچهری روشن شود و پس از انجام تحقیقات مقتضی رأی قانونی نسبت به وی صادر شود. این مال دادستان. پرونده میره شعبه 44 دیوان عالی که میگه رأی. ببینین این اینجوریه که میگم وقتی یکی رو بخوان بزنن اینجوری میزنن. میگه رأی صادر قطعی بوده است، فرجام خواهی قابل طرح در دیوان عالی کشور نبوده، پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دادگاه صادر کننده رأی اعاده شود. تموم شد رفت، بعد اجرا بشه. یه نکته رو اضافه کنم، سال 90 وقتی پرونده شکایت امینی از منوچهری، قاضی امینی از منوچهری که به وزارت اطلاعات قوه شکایت میکنه، شکایتش میره شعبه 14 دادسرای کارکنان دولت. بازپرس شعبه در تاریخ 7/4/1390 تقاضای تعلیق رسول منوچهری رو میکنه اصلا از کار قضاوت، از دادسرای انتظامی قضات تا بعد مراحل بازداشت و محاکمه رسول منوچهری بتونه انجام بشه. ها؟ الان آخرای اردیبهشت 97 ایم، 7 سال گذشته از درخواست قضایی تعلیق رسول منوچهری، خبری نشده. هیچ، قاضی امینی رو همون سال 90 گرفتن انداختن زندان، اول با حکم اعدام بعد حبس ابد، الان هم تو بند 8 زندان اوینه. نکته اینجاست که این رسول منوچهری یکی از سرشناس‌ترین قضات فاسدی است که همه مسئولان دستگاه قضایی خوب می‌شناسنش. نمونه نظر اجرایی دادستان که الان سخنگوی قوه قضایی است رو براتون خوندم دیگه، حالا اون یه نمونه فقط کافیه. بزنین آمار بدم که یک قاضی با رشوه به چه چیزایی میرسه، اصلا باورتون نمیشه. آپارتمان‌هاش تو شهرک غرب، من انقدر عصبانی شدم که کاغذامو ریختم به هم. این آمار رو من باید حتما براتون بخونم، حتی به قیمت اینکه نرسیم به خب. آفرین به بچه‌ها که گذاشتن روی اسکرین من بتونم بخونم. آپارتمان‌هاش تو شهرک غرب تهران، بولوار دادمان، خیابون درختی، خیابون سپهر، پلاک 81. یکی دیگه، شهرک غرب، بولوار دادمان، خیابون درختی، کوچه رضایی، پلاک 23. بازم شهرک غرب، خیابون سپهر، پلاک 101. تو قم، بلوار امین، خیابون ساحلی، یه ساختمون 4 طبقه 8 واحدی. اینا همه مال قاضی منوچهریه. تو اصفهان، مرداویج، ملا صدرا، کوچه 17، پلاک 201. الان آقای قاضی منوچهری بعد از اینکه رفیق قسمت دیگه، یکی از مجتمع‌های دیگه دستگاه قضایی، باز برگشته به همون مجتمع قضایی قدس در شعبه مشخصی که من یادداشت کرده بودم، متاسفانه اینجا الان ندارم، خدمتتون خواهم گفت که در کدوم شعبه از آقای قاضی منوچهری. ولی بله، قاضی منوچهری وقت داریم. خیلی خوب، من باید بگم که این شخص در کجا داره بله، قاضی منوچهری بعد از مجتمع قضایی قدس به شعبه 10-18 مجتمع قضایی ولیعصر در پارک شهر تهران رفت که پس از چند ماه هم از آنجا به شعبه 10-42 مجتمع قضایی قدوسی رفته است. الان در حال حاضر در شعبه 10-42 مجتمع قضایی قدوسی است آقای قاضی رسول منوچهری، که از طریق پاپوش درست کردن برای قاضی امینی که نمیخواست در باجگیری و رشوه گرفتن شریک رسول منوچهری حجت الاسلام رسول منوچهری بشه، باعث شد که او بیفته زندان. الان حبس ابد در بند 8 زندان اوین، خودش همچنان به کار قضاوت چاپیدن مردم. من دیگه وارد مسائل اخلاقیش نمیخوام بشم، شناسنامه خودش و زن دومش و بچه‌ای که 14 ماه بعد از 14 ماه قبل از اینکه ازدواج بکنه بچه به دنیا میاد.